موضوع نامه اوباما به امام معظم رهبری که یک کار جدیدی نیست، یعنی اولین بار نیست که این صورت میگیره، قبلا هم صورت گرفته بود، پاسخهای هاش قبلا گرفته بود. تو این موضوع هم جمهوری اسلامی به شکل روشن، شفاف و صریح بیان کرد که ما به دلیل توانمندی فنی خودمون، مبتنی بر دانش بومی خودمون و در چارچوب یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای که باورهای اعتقادی مبتنی بر فتوای مقام معظم رهبری، استراتژی دفاعیمون و حتی بازرسی‌های صورت گرفته توسط آژانس این رو تایید میکنه که یک مسیر صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز اما پیشرونده رو دنبال میکنیم، بهش پاسخ داده شد توی اون نامه که بار اصلی اون نامه هم همین مسئله هسته‌ای تشکیل میداد که ما باور نداریم، یعنی قبول نمیکنیم به هیچ عنوان که یک صنعت هسته‌ای کاریکاتوری نمایشی یا یک صنعت هسته‌ای با حیات نباتی داشته باشیم. آقای شمخانی گریزی هم به مذاکرات هسته‌ای زد و تاکید کرد ایران به هیچ وجه در مذاکرات هسته‌ای تعهداتی فراتر از NPT رو نمیپذیره. بحث آژانس و بازرسی های صورت گرفته، ما 12 سال جمهوری اسلامی ایران به شکل آشکار و پنهان داره بازرسی از این صورت میگیره. آشکار که میگم یعنی فعالیت های آژانس انرژی اتمی است که با ارسال هیئت های روشن مشخص با اسامی معین از پایگاه ها حتی غیر هسته‌ای هم بازدید کرده، 4000 نفر ساعت بازدید به عمل آورده، در هیچ کجا قادر به این نیستند و نبودند، چرا که نیست اثبات بکنند که فعالیت انحرافی هستی در جمهوری اسلامی بوده. لذا ما در چارچوب هم پادمان این نظارت ها رو پذیرفتیم، بیش از این رو هم نیازی نیست که بپذیریم و ضرورت نداره، هرچند در عمل در بعضی از نقاط ما بیشتر از پادمان هم عمل کردیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر ضرورت برداشته شدن همه تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه اعمال شده گفت یکی از دلایل اصلی کردن روند دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای تعهد مطلق امریکا به جلب رضایت رژیم صهیونیستی و تداوم این سیاست ضمن ایجاد موانع جدی در مسیر دستیابی به توافق اثرات بازدارندش رو بر فضای مذاکرات تحمیل می‌کند.